بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آیا زکات فطر نیاز به نصاب مالی دارد؟ زکات فطر نصاب مالی ندارد تا اینکه بخواهیم نصاب آن را تعیین کنیم. برای آنکه زکات فطر به هر مسلمانی که توانایی تأمین خوراک یک شبانه روزی خود را داشته باشد واجب است و سرپرست خانواده باید زکات فطر تمام کسانی را که نفقه آنها بر گردن او است، از زن به فرزندان و خدمتگارانی که سرپرست مالهای آنها هستند و کارگرانی که بر عهده دارد باید در صورت توانایی آن را بپردازد. پس این سخن صحیح نیست که اگر شما مالتان به نصاب نرسیده باشد به شما فطر روزه واجب نیست. این سخن صحیح نیست، زیرا زکات فطر به خلاف زکات مال است. یعنی شرط نیست که مال شما به نصاب رسیده باشد، بلکه شرط یگانه آن است که هر مسلمانی که خوراک یک شبانه روزی خود را داشته باشد، مالک یک سو خوراک باشد، پس بر او زکات فطر واجب است و نیاز نیست که او $3,000 و یا $4,000 و یا کمتر و یا بیشتر از آن داشته باشد. سوال: زکات فطر زنی که طلاق شده باشد بر عهده کیست؟ علما میگویند زکات فطر بر خود انسان و به جای کسی که نفقه آنها بر وی واجب است از جمله همسرش لازم است، زیرا نفقه همسر بر عهده شوهر است. و اگر زن طلاق داده شده باشد و طلاق او با این نباشد، یعنی طلاقی که بار اول و بار دوم نباشد، مادامی که عده او به پایان نرسیده باشد، در این صورت نفقه وی بر عهده شوهرش است و زکات فطر هم بر عهده شوهرش است، چون نفقه وی بر عهده شوهرش است. پس زکات فطر وی نیست، باید شوهر پرداخت کند. امام نووی رحمه الله میگویند که زکات فطر همسر که طلاق رجعی است به مانند نفقه‌اش بر شوهرش واجب است. و دیگر علما ذکر میکنند که به شوهر لازم است که زکات فطر همسرش را پرداخت کند. دیگر علما میگویند که بر شوهر لازم نیست که زکات همسر خود را پرداخت کند، بلکه بر خود آن زن واجب است. بنابراین از باب احتیاط مرد برای از ذمه خود دور کردن زکات فطر همسری طلاق شده اش را که هنوز در حالت عده است آن را بدهد. ولی اگر عده او تمام شده باشد و مرد نمی خواهد بار دوم با او همراه باشد، در این وقت طلاق با این شده است و از آن به بعد زکات فطر را خود آن زنی طلاق شده می دهد یا کسی که مسئول نفقه آن زن است. سوال: آیا زکات فطر را در کارهای خیریه و یا به مسجدها و مدرسه ها دادن می توانیم؟ علما ذکر میکنند که زکات فطر به فقیران مسلمانان داده می شود، زیرا در حدیث وارد شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات فطر را به عنوان پاک کننده روزدار از سخنهای بیهوده و دشنام و به عنوان رزق و خوراک برای مسکینان واجب کردند. حدیث با روایت ابو داود آمده است. بنابراین البته جایز است آن را به فقیران دیگر شهرها نیز که نیاز بیشتر دارند بفرستند، یعنی از شهر خود و دیگر شهر بفرستند اجازت است، اما گذاشتن آن برای ساختن مسجد یا که به کارهای دیگر خیری جایز نیست. لیکن بعضی آنهایی که تنها فایده خود را فکر میکنند میگویند که زکات فطر را باید به مدرسه ها و مسجد ها و دیگر مکان های خیری داده شود، در حالی که فلسفه زکات همین است که پیش از عید پرداخت کرده شود تا بای و کمبغل با هم در خوردن غذا برابر باشند. سوال: آیا می توانیم یک سو زکات فطر را از دو جنس گوناگون
همچو زکات فطر ادا نمایم. فقها در مورد جایز بودن برآوردن زکات فطر به وسیله یک سو از دو جنس اختلاف دارند. قول اول این است که جایز نیست و این قول امام شافعی و ابن حزم، زیرا از ظاهر دلیل های وارد شده بر آن دلالت دارد که زکات فطر هر یک نفر مسلمان یک سو از یک نوع معین خوراک باشد. اگر گفته می شد که نصف سو از یک خوراک و نصف سو از یک چیز دیگر، مطابق دلیل ها عمل کرده می شد، لیکن دلیل نیست. قول دوم جایز است و این قول امام ابو حنیفه و قول امام احمد است که گفتند این یک سو مقصد طعام است و هم مقصد برآوردن نیازی یک فقیر پاک شدن است، بنابراین جایز است.